عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزای عزیز امیدوارم که شاداب و سرحال باشید من علی خانی نجات هستم دبیر زبان انگلیسی شما و امروز قراره که اولین جلسه از درس کم رو شروع کنیم خب این تصویر رو که ملاحظه می در مورد یه سری از افراد هست که توی جغرافی مختلفی زندگی میکنن مثلا این آقا که میبینید توی ترکیه زندگی میکنه یا مثلا این آقا در حقیقت پرتم عربستان داره و کلی پرتم های متفاوت بینیم که مربوط به کشورشون هست خب این افرادی که توی این تصویر ملاحظه میفرمایید فقط توی پرچم با هم دیگه متفاوت نیستن یعنی فقط این نیست که پرچمشون متفاوت از یک دیگر اینا هر کدوم برای خودشون یه زبان خاصی هم دارن که با اون صحبت میکنن مثلا این عربستانی با زبان عربی صحبت میکنن و عربی کلنگوید صحبت میکنن انگلستان با انگلیش صحبت میکنه و خب ترکیه با زبان ترکیش و کلی از زبانهای دیگه هست که مربوط به خودشون هست و خود شما که حالا زبانتون زبان مادریتون ممکنه در حقیقت ترکی باشه ممکنه کردی باشه و خب زبان رسمی ما هم زبان فارسی هست و خیلی هم زبان مادریشون هم علاوه بر این که زبان رسمی زبان کشورشون فارسی است زبان مادریشون هم فارسی هست خب به هر حال زبان اولین ویژگی هست که به ما میگه که ملیت یه نفر با یه نفر دیگه متفاوته خب این آقایی که عربی صحبت میکنه ملیتش در حقیقت مال عربستان هست بهش میگیم عرب و خب کسی که در حقیقت ترکی صحبت میکنه استانبولی صحبت میکنه خب ملیتش مشخص مال ترکیه هست و کسی که ژاپنی صحبت میکنه ملیتش مشخص ژاپنیه فقط هم زبان نیست یعنی در حقیقت علاوه بر زبان آداب و رسوم و نکته ز... که روی کره زمین هستن منظور من نکته جغرافیایی هست که در آنجا زندگی میکنن آداب و رسوم زبان لباس فرهنگ همه اینا کنار هم جمع میشه و هویت یا در حقیقت ملیت یه نفر رو میسازه خب ملیت همه ما ایرانی هست We are Iranian خب من بیشتر در مورد این چیزا براتون صحبت میکنم صرفا براتون این توضیحات کوتاه رو دادم که در مورد ملیت یه چیزایی در حقیقت بدونین خب توی انگلیسی ما به ملیت نشنالیتی میگیم یعنی عبارت نشنالتی یعنی ملیت خب لسن وان یا درس اولمون در رابطه با ملیت هست ملیت من مای نشنالتی خب شما هم تلفظ کنید مای نشنالتی بسیار عالی خب بریم سر کلاس و مکالمه اول درسمون رو با هم دیگه شروع کنیم خب همونجور که توی پایه هفتم هم یادتون هست ما ابتدای درسمون یه دونه مکالمه داشتیم که معمولا بین چند نفر اتفاق میافته یعنی چند نفر با هم یه صحبت میکردن و ما متن صحبت اونا رو در حقیقت اول کتاب درسیمون بررسی میکردیم خب داستان این درسمون در حقیقت صحبت است که بین شایان و در حقیقت آقا معلم و و سم اتفاق میفته خب اسم سم یه مقدار توی در حقیقت نگاه اول ما متوجه میشیم که سم یه اسم متفاوتی متمایزه یعنی یه جورایی با اسمهای ما شباهتی نداره خب ولی حالا نمیدونیم چه اتفاقی توی این داستان میافته. باید بخونیم و متوجه بشیم که شایان و تیتر و, آقا و سم چه صحبت هایی با هم دارن خب توی تصویر هم میبینید این سم هست این آقای معلم هست و این هم آقا شایان هست که حالا توی مدرسه دارم با هم دیگه صحبت میکنم من ابتدا براتون این مکالمه رو میخونم البته یه ذره شاید براتون فکر کنید که یه ذره تندتر خوندم ولی خب من آرومتر میخونم این در خیلی آرومتر از اون چیزی که توی کشورهای انگلیسی زبان و کشورهایی که در حقیقت از زبان انگلیسی استفاده میکنن صحبت میکنن خب نگران این نباشید شما هم که با من تمرین کنید و اون چیزهایی که براتون خواهم گفت توی خونه اجرا کنید مسلما خب توانایی شما توی خوندن متن انگلیسی خیلی بیشتر میشه و به راحتی متن انگلیسی رو میتونید که بخونید خب "chiamme, mr. chaïchi. this is my cousin sam. he speaks french, english, and a little persian. oh, nice to meet you, sam." "nice to meet you, too. are you from iran?" "yes, i'm originally iranian, but i live in france. Welcome to our class. How do you like it in Iran? Iran is great. I love it. It's a beautiful country. بسیار عالی. خب عزیزا من همین الان براتون فایل صوتی این کتاب رو باز میکنم. علت اینکه براتون فایل صوتی رو باز میکنم خب روشنه. هم میخوام که با نحوه تلفظ واژه ها آشنا بشید و هم این رو و این کلمات رو از زبان یک شخص دیگه هم بشنوید یعنی فقط از زبان معلم خودتون این متن رو یاد نگیرید بلکه با در حقیقت افراد مختلف که این متن رو میخونن گشن گوش بدید و این در حقیقت نحوه گفتن این واژه ها رو یاد بگیرید English for schools. prospect 2 student book lesson 1 my nationality conversation listen to the conversation shayan is introducing his cousin sam to his teacher mr chaichi this is my cousin sam he speaks french english and a little persian oh nice to meet you sam nice to meet you too from iran yes I'm originally Iranian, but I live in France. Welcome to our class. How do you like it in Iran? Iran is great. I love it. It's a beautiful country. بسیاری. خب همونجور که دیدید ما مهت انگلیسی یعنی فایل صوتی کتاب درس رو براتون پخش کردم. خب همونجور که دیدید یه ذره تونتر شد. به نظرتون برسه که یه ذره تونتر خوند. خب این تونتر نمیخونه. علتش اینه که خب شما با فعلا با زبان انگلیسی زیاد زیاد آشنا نشدیم به همین خاطر این مطمئن باشید که بعد از تمرین هایی که با هم دیگه انجام میدیم شما هم بعد از حالا یه چند جلسه دیگه به راحتی متوجه این فایل صوتی هم میشید خب به هر حال من باز براتون آرومتر میخونم و شما هم توی خونه همراه با من بخونید یعنی من هر کلمه یعنی هر جمله که یعنی هر عبارت که میخونم به شما هم فرصت میدم چند ثانیه که شما هم اون رو تکرار کنید پس از اول شروع میکنیم و با هم دیگه این مکالمه رو تمرین میکنیم شایان بسیار عالی شما هم بگید مستر چایچی بسیار عالی لطفا شما هم بگید مستر چایچی This is my cousin Sam. This is my cousin Sam. He speaks French, he speaks French, English and a little Persian. Please repeat after me. He speaks French. English and a little Persian Oh nice to meet you Sam Oh nice to meet you Sam Nice to meet you too Nice to meet you too Are you from Iran Are you from Iran Yes I'm Originally Iranian. But I live in France. Yes, I'm originally Iranian. But I live in France. Welcome to our class. Welcome to our class. Welcome to our class. How do you like it in Iran? How do you like it in Iran? Iran is great. Iran is great. I love it. It's a beautiful country. It's a beautiful country. خب بچه من میدونم شما توی یه سری از این کلمات یه ذره میمونید خب البته کسایی هستن که خب توی مرحله اول همش رو یاد میگیرن یعنی خوب گوش میدن موقعی که من میخونم خوب توجه میکنم به فایل صوتی و چیزی که من میخونم و توی خب خودشون زمزمه میکنن علاوه بر این وقتی که من میگم please repeat after me یعنی بعد از من تکرار کنید اونا با من توی خونه تکرار میکنن به این خاطر که زود یاد میگیرن منطقه خب ممکنه که Uh, چند تا کلمه رو خوب متوجه نش... نشده باشید من فکر می کنم که یکی از این کلمات خب کازن uh, باشه خب بچا کازن به معنای خب پسر دایی پسر, امو، پسر خاله، دختر, امو، دختر دایی دختر خاله. توی فرهنگ ما به همه در حقیقت پسر خاله یه چیز میگیم پسر امو یه چیز میگیم ولی uh, توی فرهنگ ها انگلیسی زبان به همشون کازن میگن cousin شما هم تکرار کنید cousin خب سم که میدونید یعنی سم اسم friends 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 یعنی زبان فرانسوی friends خب شما هم تکرار کنید friends English به معنای انگلیسی همون زبان انگلیسی و خب پرژن یعنی فارسی زبان فارسی شما هم تکرار کنید Persian Persian بسیار نایس تو رو توی در حقیقت پایه قبلی یاد گرفتیم اگه یادتون باشه میگفتیم که وقتی با هم دیگه سلام و احوال پرسی میکردیم یا یه نفر یا دو نفر تازه همدیگه رو میدیدن و تازه با هم دیگه آشنا میشدن معمولا میگفتن که نایس تو میت اون یکی هم میگفت نایس تو میت یو تو یعنی من از دیدن خوشحالم اون یکی هم میگفت منم از دیدنت خوشحالم Are you from Iran? بچه این جمله رو چهار کلمه داره من این خواهم در حقیقت کلمه به کلمه ترجمه کنید این یه جمله است یه سواله میگه Are you from Iran? Uh, شما اهل ایران هستین؟ شما اهل ایران هستین؟ Are you from Japan? شما اهل ژاپن هستید؟ Are you from England? شما اهل انگلستان هستید؟ Are you from France? شما اهل فرانسه هستین؟ خب ما با این ترکیب جمله میتونیم بپرسیم که آیا شما اهل فلان کشورید؟ و یه کلمه ای که معمولا در در حقیقت توی تلفظش یه مقدار مشکل هست این واژه هست. من اینو برای اینکه شما راحت تر بتونید تلفظ کنید توی دو مرحله براتون میگم شما هم لطفا بعد من تکرار کنید خب region region originally origin, originally وقتی که شما region رو به خوبی گفتین آخرش هم یه ذره تمرین کنید به راحتی میتونید که تلفظ کنید originally originally I'm from I'm originally Iranian من اصالتا ایرانی هستم Originally یعنی اصالتا خب اگه من اصالتا ژاپنی بودم میگفتم I'm originally Japanese I'm originally Japanese اگه اصالتا مثلا اهل فرانسه بودم میگفتم I'm originally French من اصالتا یه فرانسوی هستم مثلا خب به هر حال توی ادامه درسمون یه دونه کلمه فرانس داریم فرانس با فرنس خیلی فرق داره یعنی ما زبانی زمانی که بخوایم در مورد زبان فرانسوی و مردم فرانسه صحبت کنیم میگیم فرنس فرنس پلیز ریپیت افتر می فرنس فرنس مونتا به خود کشور فرانسه میگیم فرانس فرانس ولکم به معنای خوش آمد هست یعنی معلم همونجور که تصویر میبینید وقتی با سم صحبت میکنم باش آشنا میشن به همدیگه میگه نایس تو میتیو معلم میگه سم میگه نایس تو میتیو تو با هم خوشبش میکنن آشنا میشن و معلم میپرسه که اهل کجایی بعد اونم میگه که من اصالتا ایرانی هستم اون تا تو فرانسه زندگی میکنم معلم برمیگرده میگه Welcome to our class Welcome to our class به کلاس ما خوش اومدی به کلاس ما خوش اومدی خب کلاس میدونین چیه ولکم هم براتون گفتم یعنی خوش آمد گفتن خوش آمد گویی گفتن ولکم خوش اومدی How do you like it in Iran؟ این جمله نمیشه ترجمهش کرد ببینید توی این جمله میگه که ایران رو چطور دیدی؟ ایران چطور جاییه؟ How do you like it in Iran؟ در حقیقت نظرشون میخواد بپرسه در مورد ایران خب سم هم برمیگرده میگه ایران is great ایران عالیه great هست عالی I love it من عاشق توی این زمین یه دونه زمین آورده ایت یعنی ایران دیگه درست معنی آن میده ولی منظورش همون ایرانه I love it I love it یعنی من آن را دوست دارم من عاشق ایران هستم It's a beautiful country It's a beautiful country اینجا دوتا واژه داریم یکی beautiful هست یکی country خب beautiful رو براتون میگم معنیشو beautiful به تیزای زیبا beautiful میگیم مثل beautiful flower beautiful flower برای اینکه بتونید این راحت تر تلفظ کنید با من همراه باشید و توی دو قسمت این کلمه رو بگید Beauty, Beautiful گسمت اول beautiful. beautiful Beautiful یعنی زیبا Beautiful flower گله زیبا منتو Beautiful country میشه کشور زیبا Beautiful country Country یعنی کشور خب من براتون در حقیقت یه بار متر رو خوندم یه بار فایل صوتی و متن رو براتون پخش کردم یه بار هم با هم دیگه خوندیم یه بار هم معنیش رو براتون گفتم و کلا معنی کلمات رو براتون گفتم خب شما ازتون انتظار دارم که توی خونه این متن رو حداقل یه ده بار بیس بار بخونید یعنی اگه جایی موندید رو دوباره پخش کنید و از اول متن رو دنبال کنید خب اگه تونستید که خوب بخونید این ده بار رو بیست بار رو تکرار کنید خب بعد اگه نتونستید خوب بخونید ویدئو رو مجددا مشاهده کنید و متن رو دنبال کنید تا به خوبی این درسمون رو یاد بگیرید خب جلسه اولمون تموم میشه توی جلسه آینده براتون واژه ها رو بیشتر بررسی میکنیم و ادامه درسمون رو پیگیری میکنیم تا اون موقع با تو خداحافظی میکنم و منتظر تمرین هاتون هستم خدا یار و یاورتان